ادریس فاروقی رئیس فدراسیون بولینگ را از طریق اسکایپ از هنگ کنگ با خود داریم. سلام آقای فاروقی، با شما خوش آمدید به استودیو. اولین حضور ورزشکاران و خصوصا بخش بولینگ در رقابت‌های جهانی چیگونه بود؟ سلام پیرزاد عزیز، به خودت و بیننده‌های ترو نیوز. نخستین حضور ما در رقابت‌های جهانی بولینگ در هنگ کنگ امروز به گونه رسمی آغاز شد و افغانستان نخستین تجربهش را به مسابقات جهانی گرفت. یک روز پیشتر کنگرس جهانی بین رؤسای فدراسیون‌ها برگزار شد که مشکلات بولینگ را به او جلسه با شریک ساختم. همچنان روز گذشتم با رئیس فدراسیون آسیایی بولینگ دیدار را داشتم که افغانستان را در رقابت‌های آسیایی بولینگ که در ماه اکتبر 2019 در هنگ کنگ برگزار میشه دعوت کردند. در ضمنش هم وعده‌های همکاری را بیشتر را با فدراسیون ملی بولینگ افغانستان سپردن، از امکانات گرفته تا فرستادن مربی و سایر مواردی که ضرور است برای فدراسیون بولینگ افغانستان که باید داشته باشه، رئیس فدراسیون آسیایی برای بولینگ افغانستان وعده سپردند. همچنان رقابت‌ها امروز به گونه رسمی آغاز شد که دو نماینده بولینگ افغانستان در برابر حریفایشان قرار گرفتن. درخشش خیلی خوب هم داشتن نسبت به اینکه افغانستان نخستین تجربهش را برای مسابقات گرفت. نخستین حضور افغانستان به این مسابقات بود، ولی درخشش خیلی خوب داشته. ما از ایران که سالای سال تجربه داره در بولینگ، مربی از آلمان خواسته بود برای ورزشکار خود، برای 4 ماه اونا را تمرین داد. ما درخشش خوبتر را داشتیم و تانستیم که یک نمایش خیلی خوب را به نمایش دادیم. همچنان در کنار سایر ورزشکارایی که قهرمانای جهان بود از آسیا و از جهان، امروز ورزشکارای ما درخشش خوب را داشتند. بسیار خوب. ادریس عزیز، در مورد سطح مسابقات بگوین، بیشتر ورزشکاران کدام کشورها حضور یافته بود در این رقابت ها و حریفان که ورزشکاران ما در برابر اونا ظاهر شدن از کدام کشورها بودند؟ بله، 52 کشور به این مسابقات دعوت شده بودند که 48 کشور از تمامی جهان به این مسابقات حضور پیدا کردند. امروز ورزشکارای از آمریکا خیلی خوب درخشش داشتند و در تمامی راندها پیشتاز مسابقات بودند. در کنارشان ورزشکارای از کشورهای چین، استرالیا که ورزشکارای ما هم خیلی خوب ظاهر شدند، در برابر ورزشکارای از امارات متحده عربی قرار گرفتند، در برابر ورزشکارای از اسپانیا، ایران. راوند آخر ما در برابر ایران بود، همچنان در برابر ورزشکارای از چین قرار گرفتند، قهرمان چندین مرتبه‌ای که در مسابقات آسیا برگزار شده. در کل 6 مسابقه امروز هر دو ورزشکار ما به نمایش گذاشتند و برای ما قناعت بخش بود، چون اولین تجربه ورزشکارای ما به این مسابقات بود. انشاءالله که بعد از این بیشتر باشون کار میشه. مسابقاتی که ما فعلا دعوت شدیم به مسابقات آسیایی که در کویت برگزار خواهد شد در ماه اکتبر 2019 و اینجا هم صحبت های صورت گرفت، پس از این امکانات بیشتر در اختیار ما قرار داده خواهد شد و همچنان زمین های آموزشی برای ورزشکارا و همچنان داورای ما فراهم خواهد شد. بسیار خوب. و اولین روز که از این مسابقات به پایان رسید و ورزشکاران ما قسم که شما هم ذکر کردین عالی درخشیدن، چگونه برگزار شد، در کدام سبک برگزار شد و در مجموع مسابقات جهانی قوانین را که مد نظر میگیرن چگونه بود؟ بله، مسابقات در یک سطح خیلی بالا برگزار شد. قهرمان های جهان حضور داشتن به این مسابقات و قهرمان های پیشتازه که بارها قهرمان های مسابقات شدن، چون مسابقات درجه یک بولینگ از بین تمامی کشورها را اندازی میشه و مسابقات جهانی است. قهرمان های جهان بدون شک، چی در مسابقات اوپن، چی در مسابقات که بین کشورها برگزار میشه، ورزشکارای ما ویدیوهای از اونا را پیش از اینکه به این مسابقات حضور پیدا کنند دیده بودند و با بازی اونا آشنایی داشتند. مشکل جدی که بولینگ افغانستان داشت، ما توپ معیاری بولینگ را در افغانستان نداشتیم و به افغانستان هم تلاشی را کردیم که بال میاری بولینگ را پیدا بکنیم، اما متاسفانه نتونستیم پیدا کنیم. گذشته به هنگ کنگ رسیدیم، نخستین کار را که انجام دادیم، ما بال میاری بولینگ را برای ورزشکارای ما خریداری کردیم و امروز اینا با بال میاری بادیشان را به نمایش گذاشتن. بسیار خوب. و در مورد مسابقات بعدی قرار است
مطابق گزارش هایی که ما نشر کردیم قرار است که ورزشکاران ما فردا هم در دامه رقابت ها مسابقه داشته باشند. در این بخش حریفات هنوز مشخص شده یا چطور؟ فردا ورزشکارهای ما استراحت خوردن، فردا مسابقه نداریم. پس فردا ورزشکارهای ما در بخش دبل، در دومین بخشی که قرار است ورزشکارها در برابر یکدیگرشان قرار بگیرند، قرار خواهد گرفتند. پس فردا مسابقات افغانستان همچنان ادامه می داشته باشد و هنوز هم حریفشان مشخص نیست. دیده شود که در برابر کدام کشورها و ورزشکارها افغانستان قرار خواهد گرفت. بسیار خوب، چون اولین حضور ورزشکاران ما در این مسابقات بود، انگیزیشان به خاطر این مسابقات چگونه بود؟ چون مسابقات جهانی است، تمام کشورها حضور یافته، همچنان تجربه نخستشان است. ورزشکارای ما خیلی با انگیزه ظاهر شدند. روز گذشته تمرین دو نماینده بالینگ افغانستان که در باشگاه صورت گرفت، تمامی مربی ها حیران شده بودند به این دو نماینده بالینگ افغانستان که در اولین سفرشان و اولین حضورشان به این مسابقات اینقدر عالی کار میکنند. امروز هم زمانی که اینا نخستین تا راوند ششم، شش مرحله را سپری کردند و در برابر حریفاشون قرار گرفتند، تمامی مربیایی که از سایر کشورها آمده بودند مثل اسپانیا، استرالیا، امریکا، چین و کشورهایی که پیشتاز هستند در بالینگ توجه مربی ها را به خودشان جلب کرده بودند و همشان این ورزشکارها را تشویق میکردند و از اینکه نخستین حضور بالینگ افغانستان به این مسابقات بود اصلا پیش بینی نمیکردند که افغانستان قدر درخشش خوب به این مسابقات داشته باشند. از مسئول برگزاری مسابقات گرفته تا بالینگ آسیا، سایر کشورها، همه بالینگ افغانستان را امروز تشویق کردند و دور از انتظار همشان بود که افغانستان در نخستین حضور خود سایر رشته‌ای که سایر کشورهایی که سالهای سال و این مسابقات اشتراک کرده بودند ولی بالینگ افغانستان نخستین سال و نخستین حضورش را تجربه کرد، دور از انتظار همه بود. بسیار خوب، و اگر بتونیم که از این مسابقات یک نتیجه قناعت بخش را به دست بیاریم در رنکینگ آسیایی یا جهانی حتما تفاوت ایجاد خواهد شد. دقیقاً یکی از ورزشکارهای برتر ما امروز رادمندی که فقط از امروز البته تا حالا صورت گرفتن در رده از رده آخر بلندتر است، چون که ورزشکارهای از کویت که رئیس فدراسیون آسیایی‌شان از کویت است، از یک ورزشکار ایران و از چندین ورزشکار سایر کشورها رده بلندتر را گرفته و فردا که همین بخش برگزار میشه رده‌بندی تکمیل میشه، ببینیم که ورزشکارهای ما در کدام رده قرار میگیرند و همچنان در پایان مسابقات که توزیع مدال‌ها است و ورزشکارهای برتر. سپاس آقای ادریس فرقی رئیس فدراسیون بالینگ از حضور در تورنمنت نیوز. به امید دستاورد ورزشکاران ما.